افزایش حجم منی، این یکی از دغدغه‌های اصلی مردان هستش که خب خیلی زیاد هم از من پرسیده میشه. چه دنبال این که باشید که بخواید تقویت تجربه جنسی خودتون رو در واقع بیشتر کنید، یا اینکه صرفا بخواید یک رابطه جنسی بهتری رو داشته باشید، و یا اینکه سلامت باروری خودتون رو کشف کنید، امروز میخوام درباره مسائلی بپردازیم که به تقویت و یا افزایش حجم مایع منی شما کمک میکنه به طور طبیعی، نه با استفاده از داروها و یا مکملها. پس لطفا تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. سلام، من رضوان شکارچی هستم، روانشناس، سکس‌تراپیست و زوج درمانگر. در این کانال درباره موضوعات و سلامت جنسی صحبت میشه. پس اگر احساس میکنید که به آگاهی‌های جنسی احتیاج دارید و اولین بار هست که کانال من رو میبینید، لطفاً سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم روشن کنید که به محض آپلود ویدئوی جدید به شما اطلاع داده بشه. همینطور آیدی اینستاگرامم رو هم می‌نویسم اینجا، میتونید اونجا هم با من در ارتباط باشید. خب من قبلا درباره راه‌های افزایش حجم مایع منی صحبت کردم و خب این هم در واقع یک چیزی، یک ویدئوی تکمیلی درباره اون موضوع هستش. من به همین دلیل به صورت کلی و به صورت سریع وارد نکاتی میشم که میتونید رعایت کنید که رابطه جنسی و یا مایع منی بهتری داشته باشید. نکته اول اینه که هیدراته بمونید. ببینید، آب نقش مهمی در تولید مایع منی شما داره و نوشیدن مقدار کافی آب در طول روز به حفظ سلامت مایعات بدن شما از جمله سیستم تولید مثل شما کمک میکنه. پس سعی کنید که در طول روز حداقل 8 تا 10 لیوان آب بنوشید و هیدراته بمونید و از تولید مایع منی سالم لذت ببرید. دو، رژیم غذایی غنی از مواد مغذی. ببینید، رژیم غذایی شما تأثیر قابل توجهی بر میزان باروری و افزایش حجم مایع منی شما داره. از غذاهای مغذی که میتونید و ضروری هستش که میتونید استفاده کنید، رویها، ویتامین C، ویتامین E هستش. این مواد غذایی در واقع و یا مواد مغذی بخوام اسمش رو بگم، نقش کلیدی و مهمی در افزایش و تحرک اسپرم شما داره. برخی از نمونه های مواد غذایی غنی که میتونید استفاده کنید مثل سبزیجات برگدار هستش، آجیل ها، دانه ها، میوه ها، گوشت های بدون چربی و غلات کامل. اینها همه موادی هستن که میتونن به افزایش مایع منی شما کمک کنن. نکته سوم، مکمل ها هستن. علاوه بر رژیم غذایی متعادل، برخی از مکمل ها ممکنه که به افزایش حجم مایع منی شما کمک کنه. مکمل های مثل امگا 3 و نوعهای دیگه که من حالا اسمشون رو اینجا نمیارم. چرا که نکته مهم اینه که قبل از استفاده از هر گونه مکمل بهتره که حتما با پزشک مشورت کنید. اول مشورت کنید و مطمئن بشید که شما به مصرف اون مکمل نیاز دارید و با مواد غذایی نمیتونید اونها رو دریافت کنید، بعد به سراغ مکمل ها برید. پس من اسم اونها رو اینجا نمیارم. نکته چهارم، ورزش منظم هستش. ببینید، فعالیت ورزشی منظم نه تنها سلامت و کلی جسمی شما رو ارتقا میده، بلکه از عملکرد تولید مثل شما هم پشتیبانی میکنه. برای بهبود جریان خون به اندام تناسلی و افزایش حجم مایع منیتون، ورزش منظم به شما کمک بسیار زیادی میکنه. ترکیبی از ورزش هایی که قلب و عروق شما رو تحریک میکنه، تمرینات قدرتی و تمرینات کف لگن برای تقویت عضلات کف لگن شما روی باروری برای افزایش حجم مایع منی شما و باروری شما تاثیر مطلوبی داره. نکته پنجم، مدیریت استرس هستش. استرس مزمن میتونه بر سلامت باروری و تولید مایع منی شما تاثیر منفی بذاره. تکنیک های کاهش استرس مثل مدیتیشن، تمرینات تنفسی، یوگا عمیق یا مشغول شدن با سرگرمی هایی که برای شما شادی و هیجان رو به ارمغان میاره مهم هستش. پس مدیریت سطح استرس شما میتونه به تولید مایع منی بیشتر و سالمتر کمک کنه. نکته ششم، محدود کردن الکل و تنباکو هستش. ببینید، مصرف بیش از حد الکل و مصرف تنباکو با کاهش حجم مایع منی شما قطعا ارتباط داره. مصرف الکل خودتون رو محدود کنید. اگر سیگار میکشید و یا انواع قلیان ها رو مصرف میکنید و یا تنباکو رو مصرف میکنید، سعی کنید که برای حمایت از سلامت باروری خودتون و افزایش حجم مایع منیتون اون رو کمتر کنید.
نکته هفتم، حفظ وزن مناسب و متناسب با اندام شما هستش. ببینید، حفظ وزن درست و به اندازه به صورت کلی بر سلامت جسمانی شما و قدرت باروری شما تأثیر میذاره. چربی اضافی بدن میتونه بر سطح هورمون‌های شما و تولید اسپرم تأثیر منفی داشته باشه. هدف از حفظ وزن سالم از طریق یک رژیم غذایی متعادل و ورزش مناسب برای حمایت از افزایش حجم مایع منی شما و عملکرد تولید مثل بهینه شما ضروری هستش. نتیجه گیری اینه که برای افزایش حجم مایع منی به طور طبیعی مستلزم اتخاذ رویکردی جامع که شامل نوشیدن آب، تغذیه مناسب، استفاده از مکمل‌ها تحت نظر پزشک، مدیریت استرس و عوامل سبک زندگی شما هستش. با گنجوندن این نکات در برنامه روزانه خودتون میتونید مایع منی بهتر و بیشتری رو تولید کنید و سلامت باروری خودتون رو در واقع تضمین کنید. به یاد داشته باشید که به بدن خودتون گوش بدید و سلامت خودتون رو در اولویت قرار بدید. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودید. اگر هر گونه سوالی داشتید میتونید در قسمت کامنت ها از من بپرسید و همینطور نظرات خودتون رو برای من بنویسید. اگر شما راه دیگه برای افزایش حجم مایع منی میدونید، لطفا در کامنت ها برای من بنویسید. من با اشتیاق همه نظرات شما رو میخونم و شخصا به اونها پاسخ میدم.